تشکر میکنم از جناب آقای دکتر، درخواست میکنم سخنان مقدماتی خودشون رو ایراد بفرمایید. Moderation and prudence. سب کمیدم. اینجا کسی خودش از اول کار لوس نکنه. این که مقام عظما تو انتخابات زرت مبارکشون قمصور شده، یه چیزایی بهشون تحمیل شده، دلیل نمیشه سوء استفاده بکنین ها. در مورد این افه اومدن های دوزاری مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با هدون عرض کردم. بله میفرمودن که مشنگه زنگ زد به دوستش، صداش آورد پایین، یواشکی گفت من الان تو جلسه هم، بعدا با ها تماس میگیرم. حالا سوالا رو بکنیم میرم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به دلیل اینکه خب این کنفرانس خبری به طور زنده و مستقیم از شبکه خبر و شبکه پرس تی وی در حال پخش زنده هست، به بینندگان عزیز این دو شبکه هم عرض سلام و عصر بخیر دارم. آقای دکتر، دو سوال داشتم از محضر جناب عالی. ناکس، این وسط مسئله خودتو به حساب ما حل کردی. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با خودم. عرض کردم بله، میفرمودن که یارو زنگ زد برنامه زنده رادیو، گفت الو صدای من الان شنوندگانتون میشنفن. گفتن آره بگو. گفتن که یعنی پسرم هم که تو نونوای مشهسنه که رادیوش روشنه میشنوه. گفتن آره بابا بگو. گفتش که پس ناصر نون نمیخواد بگیری، من خریدم. ضمن عرض سلام به شما دکتر، عرضم به خدمتتون روابط به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی و خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ سوال دوم این که میخوام نظرتون راجع به بحران در کشور سوریه هم بدونم. خیلی ممنون. خب عقل هر کسی میرسه که نمیشه وارد این بحث شد. مثلا من چی بگم؟ بگم کارد و پنیره؟ یا میخوای اخبار مجلس بحرین رو برات بگم؟ ای ناکس، و همون سوال اولت رد شدی اصلا، جوابتو نمیدم. سوال دومو در رابطه با سوال اول رد، سوال دوم تو جواب بدم. تو گیج کجایی؟ اونم سر سوریه. مثلا بگم بشار از لبنان و از نظام الهی ما باید نفر بگیره که کلاشو برش نگردارن که باد نبره، بعد کلاه خود اونا رو کی نگرداره؟ فعلا با شعار خدای پولی به من بده، یه عقلی به تو، یه وضعیت با ثبات که به مقام عظما پیش بریم. شما در تحقق شعارهاتون عرضی برخش. اوه چه خبره؟ ساکت. مناظره ریاست جمهوری نیست که سالانو گذاشتین رو سرتون. میخواستم از جناب علی سوال کنم، احزاب اصلاح طلب امکان فعالیت مجدد پیدا میکنن؟ ما چکرم. شما هم که همچی میگی احزاب اصلاح طلب انگاه خبریه، بعدم همچی میگی مجدد که انگار قبلا از این نابریزی ها شده. گفتن جام زهر، ولی بحث سر احزاب و اینا رو دیگه باز نکنی که پاتیل زهره. در مجموع شما زدی رو دست نفر قبلی به لحاظ هوش و حواس. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با هدور. عرض کردم بله. میفهمونن که یارو رفته بود وسط بیابون بساط ماهیگیری پهن کرده بود با قلاب. بهش گفتن از تو گیجترم پیدا میشه؟ گفت آره، اونو که اونجا وایساده منتظر ماهیا رو از من بخره. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. آقای دکتر، خیلی کوتاه نظرتون رو درباره مذاکرات آلماتی یک مبنی بر پیشنهادی که درباره فورد و مطرح شد بفرمایید. متشکرم. دومنش رو اول بهت بگم، اونم اینه که لازم نکرده تو بگی من کوتاه صحبت کنم یا بلند. اولنش همینه که تو دیگه کی هستی؟ هنوز سوال آلماتی یک داری؟ یکی بیاد بیدار باش بزنه ایشونو بیدار کنه. به صورت سمبولیک من یک احمدی نژادی هستم. اوه بدبخت بیچاره ای. حالا یه چند بار با همین لباس برو تو رودخونه، بیا بیرون، شاید خورده بوش کمتر بشه. مرحوم عبوی همیشه میفهمیدن بزن با هدون. عرض میکردم بله. میفهمیدن که شوته هی با لباس میرفت تو رودخونه. گفتن چیکار میکنی؟ گفت لباس ها ما اینجوری میشورم. گفتن خب تو که تو خونت ماشین لباس شویی داری؟ گفت خب اون دفعه که با ماشین لباس شویی شستم سرم خیلی گیج رفت. دست بزنی. Hello doctor, my name is Martin Weiss from ایشون آقای مارتین هستن از کشور آلمان. نه خیر، کور خوندی. مارتین از آلمان یکی بیشتر نیست، اونم سوگولی مقام عظماست که الان داره چمدونش میبنده پاشه بره سفر آفریقا. داغ فراقش هم مقام عظما رو بدجور سوزونده که نمیتونم وارد جزئیات نوع چگونگی سوختنش بشم. وزارت خارجه آمریکا
آنها میخوان که وارد مذاکرات مستقیم و تعامل مستقیم با ایران بشن. آیا شما میپذیرید یا خیر؟ نگاه کن، بحث جام زهره. الان خیلی ها تو نظام از مقام عظما مطالبه میکنن که دماغو بگیر، این جام زهر رو برو بالا. سوالم در این خصوص هست، قول میدید این مطالبه رو پیگیری کنید؟ خیلی راحت برای مقام عظما سفارش جام زهر میدی، حساب استراتژیکیه، بعدش هم که خب به تو مربوط نمیشه، نمیکنی. مقام عظما حاضره که موهاش از تو هم بلندتر بشه، ولی پای این کارا نیاد. نمیخواد به این راحتی جام زهر بخوره بدبخت بیچاره. آخه میگفتن علارغم میل ایشون شما ایشون این کارو بکنید. نه دیگه، بحث داره میکشه به جای باریک. اگر اجازه بفرمایید سوال آخرم مطرح بکنیم. نه نمیخواد از این کارا بکنی، تو بد جاده افتادی. خدافظی کن، جمعش کن بره. من از همه سپاسگزاری میکنم. خیلی متشکرم.